با سلام به شنوندگان و بینندگان این برنامه، امیر هستم و امروز در رابطه با آقای اسماعیل عبدی، معلم زندانی و کسی که به هر حال به خاطر فعالیت‌های صنفی در بند زندان اوین هستن، امروز با خانم منیر عبدی همسر ایشون هستیم. خانم عبدی، من درود می‌فرستم به شما و سپاسگزارم از اینکه این فرصت رو به ما دادین که با هم گفتگویی داشته باشیم. سلام و درود بر شما. خواهش می‌کنم، من از شما سپاسگزارم. در مورد خانم عبدی، این دومین باری هستش که به هر حال آقای عبدی در زندان هستش. اگر امکان داره برای شنوندگان ما یه مقدار توضیح بدین که کی دستگیر شدن و چند وقت الان در زندان هستن و اتهامی که به ایشون وارد شده چه هستش؟ آقای عبدی تقریبا اگر بخوایم دلیلش رو بگیم، اولین باری که ایشون برای این حکم بازداشت شدن، این حکم که الان اجرا میکنه، 6 سال 94 بود که آقای عبدی رو احضار کردن به دادسرای اوین. بعد از یه سری پرسش و پاسخ ایشون رو اونجا نگه داشتن و به صورت بازداشت موقت ایشون در شعبه 2 دادسرای اوین بازداشت شد. بعد از 45 روز بازداشت و بعد از 45 روز انفرادی و دوران خیلی سختی که گذروندن، منتقلشون کردن به بند 8 زندان اوین. 11 ماه ایشون بازداشت موقت بودن. بازداشت موقتشون به صورت غیر قانونی بود. هیچ گونه حکمی در مورد نگه داشتن ایشون نداشتن. یعنی آقای عبدی بدون حکم 11 ماه توی زندان نگه داشتن و در تقریبا در 10 بهمن سال 94 دادگاه ایشون تشکیل شد. دادگاه ایشون که تشکیل شد براشون 6 سال زندانی بوده، در 1 سال تبلیغ علیه نظام، 5 سال هم تبانی و اخلال علیه امنیت کشور. بعد از اون آقای عبدی یه مدت دیگه داخل زندان نگه داشته شدن با اون حکم تا تصمیم به اعتصاب غذا گرفتن. بعد از این در هفته معلم سال پیش شروع کردن به اعتصاب غذا. اعتصاب غذاشون 16 روز کشید و بعد از این که بالاخره شرایطشون خیلی بحرانی شد و روحی کلیه و یه سری عوارضی که براشون ایجاد شد، مثلا از لحاظ اینی که حالشون خیلی وخیم شد و حالا حمایت معلم ها هم خیلی تاثیر گذاشت از بیرون، خیلی هم بعد این معلم ها هم کانونای فیسی با بیانی هایی که دادن از طرف AI یه سری سازمان های جهانی از آقای عبدی حمایت شد، به ایشون آزادی موقت دادن. یعنی از ما وثیقه خواستن، با وثیقه 300 میلیونی 50 میلیونی ایشون به صورت موقت آزاد شد. بعد از 5 ماه آزادی متاسفانه در آبان ماه 19 آبان سال 95 مجدد ایشون از خونه بازداشت کردند. البته اون زمانی که آقای عبدی بازداشت شدن، دادگاه تجدید نظر ایشون برگزار شده بود و هم حکم 6 سال زندانی برای آقای عبدی تایید شده بود. ولی بازداشت ایشون داخل منزل بدون حکم، یعنی بدون حکم بازداشت و حکم جلب، اومدن آقای عبدی از داخل خونه بدون هماهنگی قبلی آقای عبدی رو بردن. ایشون الان سر این قضایه خیلی معترض هستش، خیلی ناراحت هستش که دیگه چرا بدون حکم وارد منزل ما شدن. و دیگه این که آقای عبدی درخواست اعاده دادرسی داده بود برای پرونده‌اش، درخواست رفته بود به دیوان و هنوز جواب درخواست نیامده، بدون اطلاع قبلی این بازداشت صورت گرفتش. بعد از اونم آقای عبدی 6 ماه هستش که توی زندان هست که دوباره مجدد تصمیم اعتصاب غذا گرفتن. الانم 12 روز اعتصاب غذاشون هستش. دلیل اینکه الان تصمیم گرفتن اعتصاب غذا بگیرن و 12 روز در اعتصاب غذا هستن چی هست؟
دلایل متعددی داره. یکی از دلایلش مربوط به همین دلایلی هستش که آقای عبدی معترض هست نسبت به اینه که پرونده‌شون به صورت مستقل از طرف قوه قضاییه رسیدگی نمیشه. متاسفانه ضابطهای سپاه روی پرونده نه تنها آقای عبدی بلکه بقیه فعالین سنفی خیلی مسلط شدن، خیلی دخالت میکنن توی این پرونده ها و نمیذارن که قوه قضاییه به صورت مستقل روی پرونده ها رأی بده، نظر بده. آقای عبدی تقاضایی نداره که پرونده که به دیوان عالی الان وکیل ایشون پیگیری کرده، پرونده در بار دوم به دیوان عالی رفته و درخواست اعاده دادرسی ثبت شده. بعد دیگه این که شعبه دادرسی ایشون مشخص شده، شعبه سیاسی قم، آقای عبدی تقاضایی ندارن که پرونده شده صورت عادی در رسید شد و حکم امنیتی از این پرونده برداشته بشه، چون معلم ها اصلا فعالیتی نکردن که فعالیت سیاسی نوشتن که بخوان حکم امنیتی یا فعالیت امنیتی نکردن که این حکم های امنیتی براشون بریده میشه. آقای عبدی تقاضایی ندارید که پروندهش به صورت عادی بررسی بشه. و دیگه اینی که ایشونو بدون هیچ علتی مرتبطشون کردن به بند. قبل از این آقای عبدی توی بند 7 زندان اوین بود، یعنی پارسال که تو بند 8 بود متقلش کردن به بند 7 و بدون اطلاع خانواده و بدون اطلاع، بدون دلیل و بدون اطلاع که به خود زندانی، حتی ایشون رو متقل کردن به بند 350. بند 350 زندان اوین هم بدون تلفن هستش. بندهای دیگه زندان اوین تلفن داره، هر روز به خانواده هاشون زنگ میزنن. قبلا آقای عبدی پارسال به ما روزی یکی دو بار زنگ میزد از حالا وضعیت خودش برای ما میگفت، ولی الان متاسفانه بند 350 هیچ گونه ارتباطی با ایشون نداریم. الان که 14 روز از اعتصاب قضای آقای عبدی میگذره و قبلتر از این توی این مدت که آقای عبدی نزدیک دو سه ماه تقریبا میشه که منتقلش کردن به بند 350، ما فقط از طریق ملاقات میتونیم از ایشون اطلاعات بگیریم، از حال و روزش خبر بگیریم. ملاقات هم خب برای من خیلی سخته، من متوجه به که سه تا بچه دارم دختر دبیرستانی دارم، پسر دبستان و یه دختر کوچیکی 2 سال و نیمه. خیلی برام سخته که بخوام هر هفته برم این مسیر طولانی زندان ایلی رو به آقای عبدی سر بزنم. ما هم ماهی یه بار بیشتر ملاقات نمیتونیم بریم. ایشون معترض هم که چرا ارتباط من منو محدود کردن و بردنم به بند 350 که با دوستان خودم با خانوادم ارتباط داشته باشم، چرا از حقوق یه زندانی عادی یا حتی همون زندانی سیاسی که مطمئنا حقوق بیشتری باید نسبت به زندانی عادی در همه جای کشور در همه کشورهای دنیا برخوردارن، چرا آقای عبدی و بقیه دوستانی که توی زندان ایدین هستن، بقیه افراد و بقیه فعالی، چرا اونایی که به بند 350 هستن نباید از این امکان تلفن برخوردار بشن؟ بعد درخواست دیگه که آقای عبدی دارن در مورد اعتصاب قضا، اعتراض دیگه که دارن این هست که آقای عبدی رو برای مرخصی بار اول فرستادن، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم به این ماه سال 95 آقای عبدی رو یک بار برای مرخصی فرستادن بیون که بعد از اون 4 ماه بیشتر از اون مرخصی اول گذشته و مرخصی مجدد به آقای عبدی ندادن. ما درخواست مرخصی برای عید نوروز دادیم ولی موافقت نکردن. مادر ایشون، من، برادرش، بقیه خانواده رفتیم و درخواستای پشت سر هم دادیم برای مرخصی، اما بدون هیچ دلیلی با مرخصی موافقت نمی‌کنن. و بعد از اونم هیچ قولی برای مرخصی به ما ندادن تا الان. بله، این سوالایی که برای شما در طی صحبتتون مطرح کردین کاملا سوالای منطقی هستش و به هر حال احتمالاً مسئولین هم سعی میکنن که از پاسخدهی به آنها بعد خودشون رو مبرا کنن. آقای عبدی با آقای جعفر عظیم‌زاده هم پارسال اگر اشتباه نکنم در همین تاریخ
در اعتراض به همین مسئله امنیتی کردن پرونده ها وارد اعتصاب غذا شدن که بعد با مرخصی ایشون این اعتصاب ایشون ادامه پیدا نکرد. این مسئله امنیتی بودن پرونده ها خب یک موزل بزرگی شده برای فعالین صنفی. شما در صحبتاتون اشاره کردین که پرونده ایشون از اتهامات تبلیغ علیه نظام هستش. وقتی بعد این تبلیغات فعالیت‌های آقای عبدی در رابطه مسئله صنفی دقیقاً چه چیزهایی بودن؟ آیا افزایش دستمزد اینا هستن که اینها اون رو به عنوان تبلیغ علیه نظام توجیه کردن؟ بله، همونجوری که گفتید اتهامات آقای عبدی همین دو موردی که بود که شما عنوان کردید مستندات حکم آقای عبدی شامل چندین گزینه میشه. بیشترین قسمتی که مثلا تاکید دارن روی این که حکم 6 سال زندانی تبلیغ علیه نظام، تبانی اخلال علیه امنیت کشور برای آقای عبدی بودن یا با دیگر فعالین صنفی معلمان یا کارگران، بیشتر تمرکزشون روی تجمعات هستش. تجمعاتی هستش که معلم ها برای احقاق حقوقشون، برای منزلتشون، برای بهتر شدن منزلت معیشت معلم بوده. تجمعات به صورت گسترده بوده، جلوی مجلس با حضور کثیر معلمان، با تعداد خیلی زیاد از معلمان که حالا یه نفرشون هم آقای عبدی بوده، ولی متاسفانه چند نفر رو بازداشت کردن و براشون حکمای اینچنینی بریدن. دیگه مواردی که میشه مثلا حالا از مستندات حکم آقای عبدی عنوان کرد که مثلا براشون حکمای امنیتی بریدن، شرکت در جلسات سنفی آیا جرمه؟ پیاده روی در پارک لاله مثلا برای آقای عبدی بریدن که پیاده روی همراه معلمان و گفتگوهای سنفی، یه همچین مواردی رو جزء مستندات تاسفانه جزء مستندات حکم آقای عبدی بود که اینا همه فعالیت‌های کاملا قانونیه. مثلا یکی از مستندات حکم آقای عبدی این هستش که ایشون مثلا توی نشست شورای هماهنگی شرکت کرده، شورای هماهنگی کانون‌های صنفی. بله. و دیگه مورد دیگه که میشه اشاره کرد فعالیت در کانون غیرقانونی صنفی. کانون صنفی به صورت کاملا قانونی فعالیت میکنه، مجوز دارن. در دوره آقای خاتمی کانون صنفی طبق ماده 10 احزاب تمام کانون‌های صنفی، چه معلمان چه صنف کارگران، اینا همه اجازه فعالیت داشتن، اجازه مجوز فعالیت داشتن تا مجوزشون به هیچ وجه باطل نشده و همچنان فعالیت میکردن. ولی خب مثلا در بازجویی‌های آقای عبدی، در مواردی که توی حکم آقای عبدی اومده عنوان شده که اصلا کانون‌ها به صورت غیرقانونی فعالیت میکردن. من سوالم اینه که تا چرا مجوز دادن و مجوز هم مورد تایید بوده ولی باز میگن کانون صنفی غیرقانونیه؟ پیگیری کردن در مورد اینی که مجوز دوباره حتی تمدید کردن، متعدد شورای هماهنگی برگزار شد در سال 95 شهریور 95 قبل از اینکه آقای عبدی رو بازداشت کنن و ایشون بالاترین رأی آوردش در شورای هماهنگی سال 95 که حضور افرادی در از وزارتخونه کشور، از وزارتخونه بودن اونجا و در اون نشست شورای هماهنگی دیدن مثلا فعالیت معلم ها رو، اما متاسفانه باز میگن فعالیت های صنفی غیر قانونیه و تاکید دارن و حکمای اینچنینی میبرن. آره، شما در صحبت‌های قبلیتون اشاره‌ای داشتید به این که سپاه پاسداران روی این قضیه خیلی داره فشار میاره. آیا اونا به عنوان شاکیان آقای عبدی هستن؟ آیا اصولا شاکی وجود داره یا اینکه فقط این از حکم از سمت دستگاه قضایی صادر شده؟ مسئله‌ای که هستش
حکم از طرف قوه قضاییه صادر شده، حکم از طرف دادگاه انقلاب قوه قضاییه، ولی شاکی پرونده اونجوری که ما در جریان هستیم و اطلاع به ما گفتن، گفتن که قرارگاه سارالله بودن، قرارگاه سارالله سپاه. حکم قبلی آقای عبدی که مربوط به 10 سال زندانی تعلیقی ایشون میشد در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، وزارت اطلاعات ایشون شاکی آقای عبدی و بقیه فعالین سنفی بوده، ولی حکم 6 سال زندانی ایشون که الان این حکم رو دارن میکشن تحقیقای ما این چنین بوده. ولی حکم آقای عبدی توی دادگاه انقلاب تهران شهست بدیه ایشون شعبه 15 به ریاست قاضی سلامتی و حکم دادگاه تجدید نظر شعبه 33 دادگاه تجدید نظر بوده. حکم از طرف قوه قضاییه صادر شده ولی شاکی خصوصی بله داشته. بله، در صحبتاتون اشاره داشتید که راه رفتن آقای عبدی و ارتباط با دیگر معلمان در رابطه با مسائل صنفی از موارد اتهام ایشون هستش. خود جامعه معلمین و فعالین صنفی معلمین هم حمایت بیشماری رو از آقای عبدی داشتن. اخیراً هم در همین رابطه با اعتصاب قضاشون 35 نفر برای 3 روز اعلام همبستگی و در اعتصاب قضا بودن. الان رابطه به هر حال این قانون صنفی و صنف معلمین در رابطه با حمایت از آقای عبدی به چه شکل هستش؟ صنف چه در تهران چه در ایران خیلی خوب فعالیت میکنن، تلاش خیلی زیادی دارن. خوب قانون های صنفی شورای هماهنگی برگزار شده و قانون های صنفی با مجوز الان فعالیت میکنه. کانونا به صورت مستقل هیئت مدیره دارن، هیئت مدیره تشکیل شده، اعضای کانونا مشخص شده و با مجوز الان فعالیت میکنن در هر شهری. به صورت همگانی فعالیت میکنن، به صورت مستقل فعالیت میکنن. همجوری که شما گفتید 35 نفر که البته من اضافه کنم 130 نفر شدن در نهایت به صورت همگانی اعتصاب قضا در حمایت از آقای عبدی داشتن در روز، اگه اشتباه نکنم، در روز 4 اعتصاب از آقای عبدی شروع کردن به اعتصاب تا روز 7 هم ادامه داشت. خیلی خوب هستش اتحاد معلم ها توی این زمینه کمپین، چندین کمپین حمایتی تشکیل دادن و امضا جمع آوری کردن که یکی از کمپین ها الان خیلی خوب جلو رفته، تا 8000 امضا در حمایت از آقای عبدی جمع آوری شده در حمایت از ایشون. و اصلا این که حکم ایشون باید نقض بشه، موارد امنیتی از پرونده آقای عبدی باید برداشته بشه و درخواست آزادی آقای عبدی رو دادن. 8000 امضا جمع آوری شده و ما در هفته آینده قرار هستش که به همراه فعالین، یعنی خانواده آقای عبدی به همراه فعالین سنفی، امضاها رو ببریم تحویل قوه قضاییه بدیم و بقیه ارگانهای مربوطه، حقوق شهروندی، کمیسیون اصل 90. امیدوارم که تاثیرگذار باشه. خیلی اقدامات جدی دارن معلم‌ها، خیلی تلاش میکنن در تجمعاتشون که برای ارفاق حقوقشون هست، معیشتشون هست، اسم معلم‌های زندانی را میگن، عنوان میکنن، خواستار آزادی معلم‌های زندانی هستن و نماینده های مجلس را ریزنی کردن تو شهرهای مختلف تو تهران، ولی متاسفانه تا الان هیچ کمکی نکرده به بهتر شدن وضعیت پرونده آقای عبدی. روی همین حساب هم هستش که تصمیم به اعتصاب قضا گرفته. الان شرایط جسمی آقای عبدی به چه شکل هستش؟ فکر کنم آقای حسین تاج باشه اگه اشتباه نکنم وکیل ایشون. آیا ایشون یا شما ارتباطی دارین؟ آیا از نزدیک وضعیت جسمی ایشون رو دنبال میکنین؟ الان وضعیتش به چه شکل هستش؟
بله همطور که گفتید وکیل آقای عبدی، آقای حسین تاج و وکیل دیگه هم دارن، البته آقای امیرسالار داوودی، وکیل آقای تاج، حسین تاج خیلی پیگیر هستن. میرن هر هفته ایشون رو از داخل زندان میبینن. آقای عبدی دیدار دارن. خب وضعیت آقای عبدی متوجه اون چیزی که ما خودمون دوبار بعد از استفاده از رفتن دیدیمش، وکیلم که هر هفته رفته و با ایشون دیدار داشته، وضعیت مساعدی زیادی نداره آقای عبدی. چیز همچی اسم نمیدونم دقیقه افتاده بشیجه نمیدونم. ایشون دردوی خیلی شدید بعد از استفاده غذا گرفتش که بعد رفت دکتر، سنگ کلیه بزرگی گرفته بود که درمان کردش، داره تو خیلی عذاب کشید آقای عبدی سر قضیه ناراحتی کلی. الان متاسفانه دوباره همون اومده سراغش توی زندان. وضعیت خود شما به چه شکل هستش؟ به هر حال متاسفانه یکی از اشکالات، یعنی یکی از فشارهایی که روی زندانیا، نه فقط البته روی زندانیا، که روی خانواده ها میاد و قابل چیز نیست، تصویر گاهی اوقات نیست، اشاره کردین که بچه خردسال 2.5 سال دارین شما و به هر حال بچه های نوجوان، وضعیت روحی خودتون و به هر حال بچه ها و خانواده به چه شکل هست با این شرایطی که پیش اومده و اشاره هم داشته که الان به هر حال دو تا نوروز هم هستش که آقای عبدی همراه خانواده و در کنارها نیستش؟ بله، پار سال که اصلا آقای عبدی هیچ مرخصی ندادن. آقای عبدی 11 ماه داخل زندان بود به صورت بازداشت موقت، اصلا حکم هم نداشت آقای عبدی، هیچ مرخصی به آقای عبدی ندادن تا ایشون مجبور به اعتصاب غذا شد که بعد به دور موقت 5 ماه. امسال هم که یه مرخصی کنن به آقای عبدی دادن. خب بچه ها نیاز دارن به پدر، مخصوصا دختر بزرگ من توی شرایطی یه برهه سنی خاصی هستش که خلای نبودن آقای عبدی واقعا لطمه داره میزنه به این جریان بزرگ شدن بچه ها. حالا بچه کوچیکی هم که خیلی زحمت داره، خیلی اذیت میشیم، ما رفت اومده مکرر باید داشته باشیم به مجلس یا به دادستانی کل برای گرفتن ملاقات. ما هر ماه باید بریم دادستانی و درخواست نامه بدیم، نامه برای ملاقات حضوری. اصلا در مورد خانواده هیچ رعایت نمی کنن، هیچ. یعنی مادر آقای عبدی با توجه به سنی که ازشون گذشته، پدرشون میرن از دستشون درد نکنه، میرن جای ما برای ما ملاقات در این موقع ها میگیرن. بعضی موقع خود من میرم با مشکلات خیلی سخته، مثلا برای ملاقات آقای عبدی واقعا محدودیت داریم با 3 تا بچه من برم اونجا. از لحاظ حقوق و اینا که اصلا حقوق ما از طرف آموزش پرورش الان 2 سال قطعه. آقای عبدی براش مرخصی بدون حقوق گرفتن که خب کارش از دست نده. از اون طرف دستشون درد نکنه، معلم ها میان این آدم هدایه رو به ما میدن و ما امرار معاش میکنیم، ولی از طرف آموزش پرورش نه، هیچ مبلغی رو به ما ندادن، هیچ کمکی به ما نکردن، هیچ کس هم نیومده اصلا به ما سر بزنه توی این مدت 2 سال. امیدوارم که حالا اقداماتی که داره انجام میشه مؤثر واقع بشه، حداقل به وضعیت خانواده یه ذره توجه بکنن. بله، ما هم این امید رو داریم و از شما یک دنیا سپاسگزاریم به خاطر فرصتی که به ما دادین که با هم گفتگویی داشته باشیم. ما همچنان وضعیت آقای عبدی رو دنبال خواهیم کرد و سعی خواهیم کرد که وضعیت ایشون رو به سراسر دنیا ابلاغ کنیم. برای شما هم بهترین آرزوها رو خواست داریم. منم از شما سپاسگزارم برای ارتباطی که گرفتید. فقط نکته‌ای که باید حتما بگم این هستیش که من از همینجا از همه فعالین سنفی، معلمان، کارگران که به ما سر میزنن، یه بقیه فعالین و گروه های اجتماعی که توی این مدت 2 سال به خانواده ما سر زدن و رسیدگی کردن از وقت این تو آقای عبدی قد شده یا مقالبی رو برای ما آوردن و ما زندگیمون رو گذروندیم، ازشون تشکر بکنم و خسته نباشی بگم برای پیگیری هایی که انجام دادن در مورد پرونده آقای عبدی. خیلی ممنون، تشکر. خدا بیاره.
رادیو پیام تنها رادیو فارسی زبان در شرق کانادا است که از ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت هالیفاکس 10 شب تهران روزهای شنبه به مدت 2 ساعت روی طول موج FM 88.1 به روی آنتن می رود. برای اطلاعات بیشتر و همچنین برنامه‌های گذشته به وبسایت ما www.radiopayam.ca مراجعه کنید. Tune in to CKDU 88.1 FM every Saturday from 2:30 to 4:30 p.m. for Radio Payam with your host, Amir. On air since 2009, Radio Payam is the only Farsi show on the East Coast. For more information, visit radiopayam.ca. گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتمی من این فلک را زمیان. از نو فلکی دیگر چنان ساختمی، کازاده به کام دل رسیدی آسان.